الرحمن الرحیم. الحمد لله صلاة السلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، بینده های نهایت عزیز و گرامی تلویزیون ایمان و برنامه نکاس، عرض سلام و احترام خدمت شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. امیدوار هستم صحت و سلامت و با جمله اعضای فامیل و اقاربتان در لباس عافیت و صحتمندی و تن داشته باشین. با این امید امروز بعد از یک مدت که در حدود 4 هفته بود دوباره حاضر شدیم در خدمت شما، و در این مدت که به یک سفر دیدن اقارب و بعض دیدن جاهایی که پلان داشتیم و آرزو داشتیم که ببینیم، خداوند فرصت میسر ساخت بر ما و سفر داشتیم و دوباره برگشتیم. و امیدوار هستم که همگی صحت و سلامت باشن. و بعضی کسایی از ما سوال میکردن که برنامه ها چی شد، هستی نیستی؟ طبعا هر کسی که برنامه داره و یک مدت در یک جای ظاهر شود در پردای تلویزیون و غیره، خامخا بیننده های می داشته باشه. و کسایی که قلبا همی محبت داشتن نسبت به ما و به اشکال مختلف پیام خدا یا احوال داشتن و به رضوع احوال سلامتی خدا می رساندیم و دوباره خدمت شما برگشتیم. و امروز خواستیم یک برنامه کوتاهی داشته باشیم و موضوع بسیار جالب است، موضوع بسیار اساس است و می تانیم که سر از این صحبت کنیم. به این امید از خداوند طلب توفیق می کنیم، خداوند ما را توفیق نصیب کنه که بتانیم با عرضه رقم برنامه ها و در خدمت شما بودن وظیفه ری که با دوش داریم او را به صورت درست انجام داده بودن. طبعا در این شب و روز ما و شما در روزای بسیار اساس دهم اول ذی‌الحجه قرار داریم و این ماهی است که ما را به طرف ماه به عید قربان و به مراسم حج و به عرفه نزدیک می سازه و هم دیگه مناسکی که برای ما پیغمبر صلی الله علیه السلام و حضرت ابراهیم علیه السلام بر ما در این قسمت به میراث گذاشتن و ما او را تعقیب میکنیم صلاتش. خب سوال دیگه است که فلسفه عید قربان، بسیاری کسا دیگه سوال پیدا میشه، خب اگر عید رمضان ما داشتیم، خود درست از روزه گرفتیم و دیگه شک نیست بعد از گرفتن روزی یک ماه عبادت و اطاعت پروردگار 3 روز عید داشتیم و عید قربان چی رقم تجلیل خواهد باشه؟ سوال هست که هر کس در فکرش خطور میکنه. و طبعا کسایی که واقعا میخواین که در این باره بدانن یک مسئله است، اما کسایی که میخواین در این بنفی بافی کنن و کسایی که عقیدهشان در این باره امو رقم که لازم است عقیده درست ندارن، سوال های شک برانگیز یا منفی مطرح میکنن، سوالایی که به حساب یعنی کوشش میکنن که مخشوش کننده باشه. از این خاطر ای به چی معناست ما چرا عید میکنیم و سر حج و مسئله طواف و سر خانه کعبه و قربانی و سر کل چی صحبت میکنیم؟ ما با اونا فعلا کار نداریم. ما به حیث یک مسلمان، کسایی که الحمدلله کل ما و شما عقیده داریم با قرآن خود، با پیغمبر خود صلی الله علیه وسلم، با سنتش و خداوند چیزی که بر ما دستور داده، فرمان داده، او را ما ادا میکنیم. و این فصل عید قربان هم یکی از نمونه های همین رقم شاخص های دین ماست که توسط پیامبر صلی الله علیه وسلم و توسط حضرت ابراهیم علیه السلام بر ما و شما قراره که پیشتر گفتم مناسکشان گذاشته شده و ما این را تعقیب میکنیم. خب عید قربان، قربان از چی گرفته شده؟ کلمه خود قربان، کسی که فداکاری میکنه، کسی که در گراه و حساب عزت میگذره و خود به یک هدف چی میکنه؟ تسلیم میکنه. و در اینجا هم قربان ای یاد است، ای عید به نام عید ابراهیمی هم یاد میشه. عید ابراهیم به این مفهوم که در عید قهرمان فیلم، قهرمان داستان از این عبارت از ابراهیم علیه السلام میباشه که ابراهیم واقعا خلیل خدا بود و سنت را که ابراهیم بر ما بجا گذاشت در همه احوال بر کل ما شما
واضح و روشن است. خداوند در سوره آل عمران ده های 67 می فرماید، ترجمه شو براتون تنها می خوانم: ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی، بلکه حنیف مسلمان بود و از مشرکان نبود. پس ابراهیم حنیف و یکسو بود و چیزی که جز خداوند یکتا را نمی شناخت، یعنی بجز از خدا شرک در زندگی خود ناورد. از او خاطر در جای میگه، در قرآن ذکر میشه در سوره شعرا در آیه 78 تا 81، معنایشی است که میگه آن که مرا بیافریده سپس رهنماییم میکند، و آن که به من تهام میدهد و مرا سیراب میسازد و چون بیمار شوم شفایم میبخشد، و آن که مرا میمیراند و پس زنده میکند، اوست که مرا روزی میدهد اگر بیمار شوم، اوست که مرا شفا میبخشد. این کلش درس مکتب ابراهیم، درس حنیف بودن، درس یکتا پرستی، درس بت شکنی. از این خاطر این عید ابراهیمی هم یاد میکنن. عید قربان یادآور از اخلاص و بندگی حضرت ابراهیم علیه السلام است که در برابر پروردگار خیش چی میکنه؟ اسماعیل فرزند یگانه و دلبند خدا میخواه قربان کنه، به این معنا که خداوند برش حمر میکنه. و حضرت ابراهیم از با پیش پسر خود حضرت اسماعیل میره و میگه ما به مطر یک امر مامور شدیم. در این قسمت چی میگی پسر دلبندم؟ میگه هر امری که با او مامور شدی امور هدا کن. این در ذات خود کلانترین درس است که ما شما میگیریم که یک بنده چطور حاضر میشه، یک بنده چطور حاضر میشه که به حساب کل چیز قربان کشه که ما نیفهم که هستیم نه اومی جان، ما نیفهم در فیسبوک هستیم نیستیم؟ کسی بر ما تکس کرده که در فیسبوک هستیم، بر ما اطمینان بده. به این مفهوم که عید قربان قراره که گفتیم یاداوری از اخلاص و بندگی حضرت ابراهیم علیه السلام است و سرگذاشتن ابراهیم علیه السلام بر نسبت به فرمان خداوند است. از این خاطر هیرز میگن هستیم. درست است بیننده عزیز، کسی که بر ما تکس کردن تشکر. اوکی، پس عید قربان عید است که اخلاص بندگی حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت اسماعیل که چی رقم بنده فرمان بردار بوده که با امر خداوند حاضر میشه که سر خدا به حساب فدا کنه، و عید است که بندگان خاص خدا خداوند در صحنه نمایش قرار میده که عبارت از ابراهیم و اسماعیل باشه و اینا را امتحان میکنند و از این امتحان کامیاب و سرخرو بدر میشن، و این بر ما نماینگر ایست که تجلیل کنیم این روزه که خداوند با امری که کرده بود در مقابل از این که اسماعیل علیه السلام قربانی کنه، در مقابل به جبرئیل علیه السلام امر میکنه و با قدش یا نوه گوسفند را به زیر کارد حضرت ابراهیم علیه السلام ظاهر میسازه، حاضر میسازه که بعد از او فلسفه قربانی از اونجا شروع میشه. پس ای که ما قربانی میگیم، قربانی اساسش لحاظ ایست که بندگان مخلص خدا به تأثیر همین سنت ابراهیمی چی میکنن؟ استاده میشن و این امر را به جای میکنن و خود کشتار حیوان که از قبیل شتر، گاو و گوسفند باشه یا را قربانی میکنن. و در حقیقت خداوند ذکر میکنه که قربانی ازی به ما نمیرسه، گوشتش به ما نمیرسه، پوستش به ما نمیرسه، اما این مقام تقواش ثوابش بر خود شما میرسه. و این یک درس فرمانبرداری است، یک مکتب است، یک تجلیل است که منو خودت ایره تجلیل میکنیم. و هدای قربانی قراره که در این باره علما زیاد صحبت داشتن، ما در او قسمت نمیرم، کار من است و این خودش یک واجب است که هر کس که در شرایط خاص خود قرار داره باید قربانی انجام بده. و پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم هم همی مناسک ابراهیمی را به صورت برجسته تجلیل میکرد و به ما درس داد که چی رقم شما مناسک حج که عبارت از طواف خانه کعبه، عبارت از
حاضر شدن به منا و همچنان به عرفات و به مزدلفه به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم قدم به قدم و خود فلسفه قربانی را و همچنان جمرات یا جمره زدن بر ما یاد میده و قدم به قدم سعی بین صفا و مروه را بر ما میاموزانه و تا جایی که در قرآن تا جای تماس گرفته شده، اما پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به حیث معلم و راهنمای ما تمام چیزها را بر ما ذره به ذره مو به مو تشریح کرده و توسط احادیث محکم و ثابت بر ما رسیده. پس عید قربان عید است که تجلیل از مقام بندگی است، مقام تسلیم است، مقام از است که ما ثابت کنیم که بنده همونطور خدای هستیم که ما را فریده و امرش به جای میکنیم، همونطور که ابراهیم علیه السلام به جای ساخت و در جای دیگه در سوره نحل با آیه 120 خداوند ذکر میکنه امانا ابراهیم خلیل امت مطیع و فرمان بردار و یکتا پرست بود و هرگز به خدای یکتا شرک نیاورد. ای از خواص ابراهیم بود و از این خاطر ابراهیم در این قسمت بر ما شما به عیس سمبول، به عیس شاخصه، به عیس یک وسیله تجلیل یا یک مقام تجلیل در اینجا در تمام مناسک حج بر ما شما ظاهر میشه و میگه که خداوند میگه عجب بزرگی و با عظمت یه مرد دلاور در اینجا پروردگار ایره به نام خلیل خود یاد میکنه، خلیل یعنی دوست بسیار نزدیک خلیل خطاب میکنن. از این خاطر ما سر مسائل عید اضحی که گپ میزنیم، عید اضحی یا عید قربان، اضحی جمع ماده دعا را میگه و به معنی ارتفاع ما نامیده، یک چیزی که بالا باشه یعنی بالا شوه، ایره به نام دعا میگن و از این خاطر امتداد نور آفتاب هم دعا میگن، یعنی قبل از زوال خورشید با بلند شدن آفتاب روز دهم ذی‌الحجه قربانی میکنیم. ما از این خاطر این اضحی هم یاد میکنن و بعد از او مقبولی از یس وقتی که همگی در روز هشتم ذی‌الحجه در منا حاضر میشه هشتم سپری میکنن و بعد از نهم به طرف عرفات میرن و در عرفات حجاج وقتی که در منا هستن سرزمین آرزوست، رسیدن به مطلب است، رسیدن به عشق اصلی است که عبارت از پشت پا زدن و تمام امور دنیایی که از خدا ما را غافل میکنه. در اینجا ذکر پروردگار است، یاد پروردگار است، طاعت عبادت است و ما را آماده میسازه که چی رقم باعث یک بنده موحد، بنده که تسلیم باشیم و خداوند شرایط حج رقم که هست مناسک حج چی رقم هدا کنیم و بعد از او به عرفات ظاهر میشه مسلمان ها و حجاج در اونجا حاضر میشن و عرفات مقام چی است؟ عرفات مرحله شناخت است که ما و شما در عرفات وقتی که حاضر میشیم، فلسفه عرفات از حرفه یا معرفت گرفته شده و در اینجا علما میگن این نقطه است که آدم و هوا یکی دیگه خود دوباره در روی زمین دوباره با هم ملاقات کردن و معرفت پیدا کردن یکی. و دیگه قسم گفته میشه که ما وقتی که حجاج با لباس یک رنگ خود، با احرام خود، با سر شولیده و به حساب با لباس بسیار معقر حاضر میشه، این لباس چی است؟ برای ما شما سمبول کفن ما شما رو میتونه که نشان بده، یعنی یک سمبول است که خداوند ای برای ما شما یک درس را نفته. پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما یاد میده که چی رقم در عرفات حاضر شد و این عرفات جاییست که وقتی که حج کسایی که به حج مشرف میشن میگن اگه به عرفه حاضر نشد حج شما تکمیل نمیشه، حج شما به حساب دوباره شما باید حج کنین، چون عرفه روز نیست که دوباره او را برگشت کنین یا روز نیست که دوباره برین، دوباره منتظر باید بشینین تا سال آینده که روز عرفه به. از این خاطر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه الحج عرفه،
حج عرفه است. اگر حج کسی میکنه باید در عرفات حاضر شود. عرفات چرا سرش پا فشاری میکنن؟ ببینن هی مقبولی های عید قربان در کجا خلاصه میشه که تو قدم به قدم کسایی که به حج تشریف بردن این گپ های ما را درست درک میکنن. یک حالت بندگی است. اگرچه در این شب و روز ما میبینیم که مشکلات حاجی ها خصوصا حاجی هایی که خارج از ممالک اسلامی یا خارج از ممالک آسیایی یا قرار دارن، یک تعداد کمشان موفق شدن و توفیق یافتن که به زیارت خانه کعبه برن و حج خود ادا کنند. اما بازم این حالت به این شکل نمیماند، تغییرات خواهد آمد و خداوند سنتش باید به جای شود، واجبش باید به جای شود، فرضش باید به جای شود و این کلش امتحان من و توس. امسال ما را نخواست، فردا سال دیگه سال میخواهیم انشاءالله. به هر صورت در عرفات وقتی که حاضر میشیم، خواهر و برادر عزیز، کسایی که صحنه را عملا دیده، واقعا اگر درست تعمق کرده باشد، ای حالت است که به حال خود آدم خودم مندازه که ای بنده یه قدر زندگی کردی که غفلت کردی، قدر گناه و خطا کردی، امروز در مقابل پروردگارت در این میدان عرفات حاضر هستی و این عرفات در حقیقت نشانگر عزیز که ما روزی که در میدان عرصات در مقابل سوال و جواب خداوند باید حاضر شویم، در حقیقت بر ما یک چی است، یک نمونه از اون تمثیل میکنه که در او حالت ما چی توقع داریم، چی میخواییم. ما در میخاطر میگن دعای آدم در عرفات قبول میشه و دعای آدم قبول شود یک حاجی چی دعا میکنه در اونجا. و کسایی که خارج از مراسم حج قرار دارن، ما و شما که روزه میگیریم و در این روز دعا میکنیم، چی دعا میکنیم؟ دعای میکنیم که خداوند ما را به حال خود مگذار، ما را خداوند راه را نشان بده که رضایت تو در او باشه، خداوند ما را شرمسار از قبرهای ما نبر، در روز رستاخیز بلند نکو، خداوند این لباس جولیده ای سر آشفته ما را که میبینی این حالت است مثل از که من جستو کسی را ندارم، جستو چاره ندارم، جستو دره نیست که میره بکشایم، پس بر حال ما رحم کو، بر ما چانس بده و از گناهایی که ما مرتکب شدیم، از خطاهایی که مرتکب شدیم همه گیشه و ما ببخش. خداوندا تو کریم هستی، تو رحیم هستی و واقعا این لحظات است که کسایی که تا غروب آفتاب دوام میکنه صحنه عرفات، کسایی که عمیقندش داخل شده باشه، صحنه است که اشکا جاری میشه، صحنه است که انسان از خود به خود میشه و تمام پروانه ها یا کبوترهای توحید با لباس سفید اکثرا مشاهده میشه که اینا فقط چی میکنن؟ به یک نقطه رجوع کردن و اون نقطه و اون نقطه است که به درگاه پروردگار یکتا و دامنه کوی عرفات، در جایی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آخرین خطبه حجت الوداع را در اونجا اونا فرمودن و خطبه را در اونجا بیان کردن برای مردم که بزرگترین یک نقطه عطف بود بر انسانیت، که امروز بسیاری گفتار از او را در منشور ملل متحد و دیگر جایا او را تطبیق میکنن و برای ما اعلان میکنه در اونجا. این بسیار جالب است، در این قسمت ما نمیرم، اما نقاط عمدهش که چی رقم پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم بر انسان ها یک پیام میده، بر کسایی که بر جنگ و خونریزی، کسایی که خونریزی میکنن، کسایی که خون انسان ها را میریزن چی پیام داره، بر کسایی که زن ستیز هستن، بر کسایی که در مقابل زن های خود خیانت و غفلت و ظلم میکنن، بر ازوا چی پیام داره، چی مقبولی های دهی خطبه نفته است. انشاءالله در موقع ما سر از این صحبت خواهد کردیم. اما اید ما شما از کجا شروع میشه؟ دوام داره این قصه، این سفر حضرت ابراهیم علیه السلام و این به حساب خاطرات حضرت ابراهیم علیه السلام بر ما زنده میسازه و خاطرات پیغمبر صلی الله علیه السلام که چی رقم حج هدا کردن مناسکشه و بر ما چی آموختن و در دامنه کوی حرفات به حساب یا جبل الرحمه که نامشه میگن چی رقم صحبت کردن. این صحبت ها کلش ثبت است، کلی صحبت ها به زبان های مختلف است. پس از حرفات که خارج میشیم در محشر یا محشر الحرام که میگن، از اونجا گذر میکنیم، این محل آگاهی و شهور است که ما باید به خود بیم، ببینیم که از حالت که ما خارج شدیم دعا کردیم، پس دوباره به خود بیم با حالت شهور، یعنی از حالت بی خودی خارج شیم. این کلش تمثیل یک سفر بنده است که چی رقم
مراتب طی میکنه که خود با خداوند به مقام بسیار اعلی برسانه. این کلش یک سفر است، گفته یگان یک جورنی است. در زمین مینا، سرزمین مینا یا منا که میگن، سرزمین است، سرزمین آرزوها، تمنا، منا، کلش از یک مصدر می آرزوها و رسیدن به عشق الهی، به عشق پروردگار به اینجا رسیدن است. و روز رها شدن از تعلقات دنیوی است، که تمام تعلقاتی که ما شما انسان ها در حیات دنیایی خود داریم، چی رقمی تعلقات آستا آستا سست می سازیم و خود به حساب آزاد می سازیم. میگه سرم زبار بند تعلق آزاد است، برهنگی ببرم خلحت خدادار است. حدیث زهد ریا کن، قلندری آموز، چی جای دانه تسبیح و دام اوراد است. ده اینجا قلندری را میگه، ده اینجا از خود خارج شدن میگه، ده اینجا از عالم کسایی که در مقام عرفان و معرفت نشستن، این بر ما میگه این جایی است که تعلق ما شما پس کنیم، تعلقات دنیایی را با انسان با هیچ چیز دیگه جز از خداوند تعلقات خدا به حساب محکم نکنیم و بندگی خدا، سوگند بندگی خدا، تعهد بندگی خدا با خدای یکتا دوباره تازه کنیم. این مقام است و میبینیم که اسماعیل خودش جانشه و جگرگوشه خدا اسماعیل علیه السلام و هرچی که به حساب به اشدمول از عزیزترین بود به قسمت خداوند تیر میشه و کسایی که در اینجا ظاهر شدن اینا میخواین این رسم تجلیل کنن، این رسم تمثیل کنن و این رمز تعقیب کنن. و از این خاطر در کلمه گفته میشه که معنی عید قربان یا عید، دو کلمه خلاصه میشه، یعنی قربان هر کار نیکی است که انسان با وسیله آن بخواهد با قرب و رحمت خدای خود چی شود؟ نائل شود، نزدیک شود، عبارت از قربان میباشد. پس ما یک ذره از این را گفتیم که دم ناچی میشه دوباره وقتی که از مزدلفه شب حاجی میگذرانه با خدای خود راز و نیاز میکنه و ذکر پروردگار خود ادا میکنه و نماز صبح ادا میکنه و به طرف جمرات روان میشه و در اونجا سنگ نفس خدا و حساب یا شیطان نفس خدا در اونجا با سنگ میکوبه. کیام از در سایه حضرت ابراهیم علیه السلام است، وقتی که حضرت اسماعیل، کلتان قصه نیست که ما تازه میشنوید، وقتی که به طرف قربانگاه میبره و دم چند سه جای شیطان حاضر میشه و به وسوسه میکنه اسماعیل علیه السلام و برش میگه تو میفهمی تو را کجا میبره. و در این وقت حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی که صدا را میشنوه با سنگی که در دست داره ایره چی میکنه؟ رجم میکنه، این از خود میرانه و خود اینجا را شیطان راندن رجم به این مفهوم میده. وقتی که سنگ ما شما میزنیم به این معنی نیست که سنگ چی بزرگ است، این واقعا در اونجا یک جنگ خیالی ما شما داریم، در اونجا شیطان جز نفس ما شما وجود نداره و شیطان نفس خود که وقت ما با سنگ بکوبیم به این معنی که یعنی چی کنیمش، یعنی دیسپلینش کنیم، یعنی نفس خود زیر کنترل خود بریم، شیطان دیگه بر ما و شما برتری نداره. چنانچه ابراهیم علیه السلام شیطان بالایش موفق نشد که وسوسه کنه، اسماعیل علیه السلام که حیاتش به حساب در معرض امتحان قرار داشت و چند لحظه بعد قربانی میشد، ایمان حضرت اسماعیل علیه السلام برش وقت رخنه وارد کرده نتانست و این نشان میده که چی یک مقام داشتن این بزرگا. و ما و شما وقتی قربانی حیوان میکنیم، این چیزایی که براتون گفتم، در حقیقت ما امی رسم ابراهیمی را تجلیل میکنیم و خداوند قراره که پیشتر عرض کردم که با ریختن از این خون ما چی است؟ به حساب عید قربان تجلیل میکنیم، عید آزادی انسان را تجلیل میکنیم، عید آزادی انسان از هوای نفسش، از وعید فرمان برداری از خداوند خدا تجلیل میکنیم که ابراهیم علیه السلام در این موفق شد و ما چی هستیم؟ امت ابراهیم هستیم. پیغمبر خدا صلی الله علیه السلام از نزدیکترین به ابراهیم خدا میدانست و ما امت پیغمبر خدا صلی الله علیه السلام هستیم و کل ما شما امت ابراهیم هستیم. و رزی خداوند میگفت که ابراهیم یک امت است، یعنی تنهایی خود رقمی که بندگی کرده، رقمی که بعد دستورات پروردگار همیشه سر نهاده، از جان خود تیر شده، داتش
می سوختاندنش از کس کمک جز خداوند نخواست و همچنان در آلات و مشکلات دیگری که حضرت ابراهیم متحمل شد کلش از خاطر دوستی خداوند، از فامیل خود جدا شد، از همسر خود، از یگانه طفل خود در صحرا در دشت بدون آب و علف هیلا میکنه، رها میکنه به امر پروردگار. و ای ببینین این کلش مقام بندگی را نشان میده. درست است که ما و شما نمیتونیم که به اون مقام ها برسیم، اما حداقل تجلیل شه نیت داشته باشیم و ای را بریم. پس اید قربان رو میبینیم که لحظه به لحظه عظمتش به بزرگتر میشه و عالیتر میشه و با مقام دیگه ما شما رو میبره. و بعد از اون وقت که شیطان گفتی اگانه شیطان اول و شیطان دوم و وسط با سنگ زدیم، یعنی شیطان نفس خود با سنگ زدیم و بعد از قربانی است و مرحله قربانی و ای واجب ادا میکنیم و همچنان دوباره پس به مینا برمیگردیم و یا به طرف طواف خانه کعبه روان میشیم و ای طواف که به حساب بدون از طواف حج ما تکمیل نمیشه و بعد از سعی صفا و مروه است. این قصه نیست که یا این داستان نیست، این کلش حقایق است که کل ما شما تجربه کردیم. پس عید قربان شامل چندین جنبه میشه که ما از چندین زاویه اید تماشا کنیم و کسایی که عید قربان واقعا به می شکل میبینن اما عظمت و جلالش به حساب چی میکنن؟ جلالش اسم میکنن و میفهمن که واقعا اینجا قلندری را میگنن چی میکنن؟ جلالش اسم میکنن و میفهمن که واقعا اینجا قلندری را میگنن چی میکنن؟ خب ببخشین یک لحظه، موضوع فیسبوک بود، من مختل ساخت واسمه. شعر است بسیار مقبول در اینجا، میگه به جهان خورم از آنم که جهان خورم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، غم و شادی بر عارف چی تفاوت دارد، ساقی باده به شادی آن که این غم هم از اوست، پادشاهی و گدایی بر ما یکسان است، چون برین در همه را پشت عبادت خم از هست، صدی اگر بکند سیل فنا خانه عمر، دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از هست. سبحان الله، میبینین که چی در سایه دی عید قربان است و دی مقام قربانی است. پس ما و شما کسایی که میگن چرا حیوان بیچاره را شما قربانی میکنین، ما میدانیم که همه چیز ما از خداوند است، همه چیز ما با خداوند تعلق داره، اما تو حیات ما، مرگ ما، طاعت ما، عبادت ما، نماز ما، صدقه ما، همه چیز با خداوند تعلق داره. وقتی که خدا امر میکنه کار را انجام بدیم، ما بدون شک، بدون تعامل باید این کار انجام بدیم. وقتی که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم بر ما ارشاد میکنه و این پیام را میرسانه که بچی نما باید تو را انجام بدیم. امروز در جهان به هزارها و به میلیونها حیوان روزانه کشته میشن برای حیف میل نفس بشر. کس سوال نمیکنه که حیوانات چرا کشته میشن، اما وقتی که این حیوانات قربانی میشه و گوشتشان به غریبا، به مستحقین، به کسایی که به حساب حتی شاید به ماها گوشت ندیده باشن، نچشیده باشن، در این چی تفاوت است؟ امر خدا را به جای میکنی و همچنان عجر و ثواب حاصل میکنی و در حین زمان در این فلسفه بندگی تا تمثیل میکنی، اما رمز بندگی را در این تمثیل میکنی، در این چی نقص است؟ در این چی را شما جستجو میکنین؟ کسایی که عقیده ندارین، ما با حال شما کسایی که عقیده داره، ما برشان تبریک میگم که تسلیم امر پروردگار هستن و واقعا کسایی که به حج تشریف بردن و این آلات و این هیجانات رو به خوبی تجربه کردن که راستی آدم از خود به خود میشه. پس روز نوم عبارت از روز است که در عرفه، قراره که پیشتر گفتم کل حاضر میشه، در عرفات حاضر میشن و این روز عرفه ای رو میمانن و امسال روز عرفه قرار معلوم در روز جمعه میه و بعضی کسا قصه حج
اکبر میگن، در این قسمت علما میگن چون این چیز موجود نیست، یک قصه هایی است که سم به سم دهان به دهان آمده، اما در اصل حج حج است، روز جمعه جمعه است، از خاطر که دو خطبه در این روز یک جای میشه، مقام زیر بلند میسازه، و از طرف دیگر ما میدانیم که حجاج برایشان نماز جمعه در روز چی نیست، واجب و فرض نیست، از او خاطر در هر جایی که هستن در عرفات هستن در اونجا نمازهای خود ادا میکنن و کیفیت خاص خود داره. خوش به حال کسایی که در این شب و روز در این دیار مقدس قرار دارن و عبادت خداوند قسم که لازم است انجام میتن. پس وقتی که در عرفات هم حاجی تشریف برد، از عرفات قرار گفتیم و از محشر و حرام گذر کرد و با مزدلفه شب سپری کرد و صبح هم شیطان ها را به حساب رجم کرد و رجم هدا کرد، جمره که ما میگیم جمره را هدا کرد و دوباره به طرف طواف خانه کعبه و بعد از سعی طواف سعی صفا و مروه رفت و دوباره قربانی را انجام داد قرار گفتیم، یا پیش از یا بعد از علما میگن. پس دوباره می به منا با خود گفتن تسبیحات نمازید چی میکنن؟ از کار نمازید ادامه میتن تا که به طواف ودا نزدیک میشن و در این وقت است که حاجی امو مناسک حج خود تکمیل میکنه و به طرف خانه و جای خود دوباره رسپار میشه. و واقعا حج در حالی که ما میگیم تنهایی نیست که عبادت انجام میدن، عبادت مالیست، عبادت معنویست و عبادت فیزیکیست، سه نوع عبادت در این جمع شده. از پولتان میگذرین در راه خدا مصرفش میکنین، البته حج بالای کسایی که فرض است، کسایی که در شرایطش قرار داره شرایطش خودتان خوبتر میفهمین یا میتونین معلومات حاصل کنین. حال فصل حج دال گذشتن است، وقت بسیار کم است، شاید در سالهای آینده کسایی که خدا آماده میسازن خدا ببینن که در شرایطش قرار دارن یا ندارن. و حرف دوم عبادت بدنیست یا فیزیکیست، وقتی که به سفر حج آدم میره و در این مناسک حج آدم دویدن ها داره، بیخوابی ها داره، در طواف ها ده، یعنی خلاصه همه چیز در این نظر فیزیکی موجود است و از طرف معنوی روحانیت یک مقام دیگه انسان قرار میگیره، در کنار خانه کعبه دست خود بلند میکنه و در جایی که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم در اونجا طواف انجام داده قدمای از او رو تعقیب میکنه، همچنین به عرفات و همچنین به مینا و همچنین به مزدلفه و بر جایی که از آثار پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم ما شما جستجو میکنیم و مقام ابراهیم علیه السلام تجلیل میکنیم. پس عید عید است که ما باید چی کنیم؟ عید از خود شرایط خاص خود داره، باید خوش باشیم، باید تجلیلش کنیم، باید قربانی خود انجام بدیم. و قربانی قراره که ما پیشتر برای شما عرض کردم، امروز در افغانستان و مملکت که بیچاره دیگه باور کنین یک گوسفند کسی اگر قربانی میکنه چقدر ثواب فراوان، چقدر ثواب کسب میکنه از یک توته گوشت. ازی امروز در وطن ما شما باور میکنین گرسنگی و فقر تعدا میکنه و به حساب به حوج خود رسیده، دست گریبان کل گیر گرفته. شما تصور کنین در این روز به نام خدا آدم قربانی در اونجا انجام بده، چقدر عالیست، چقدر یک کار نیک است که مردم بیچاره را آدم در این خیر شریک بسازه و دعای زار حاصل کنه. تاریخ قربانی در عالم بشریت با چندین مراحل دیده شده. اولین قربانی را که به حساب اولاد آدم انجام میده عبارت از آبیل قابیل است که دو پسر آدم علیه السلام است که نظر میکنن، یعنی پیش خداوند نظر کردن، یعنی که خداوند چی میکنن؟ از خداوند میخواین که ما بر تو قربانی میکنیم و حیوان را به حساب گوسفند را ذبح میکنیم و اگر از جانب ما قبول کنی در مقابلش. خداوند طبعا با قربانی من تو ضرورت نداره، اما این قربانی نفش به حال خود ما میرسه و ایرم خداوند پیشتر قراره که گفتم میگه نه پوستش نه گوشتش به ما میرسه، اما تقوای شما به ما میرسه. سبحان الله، تقوای شما میرسه که شما چقدر به حساب امر ما را به جای میکنین و چقدر شما چیزی که پیغمبر صلی الله علیه و آله برای شما گفته او را هدا میکنین. پس در اینجا قراره که خبر داریم
آبیل قابیل نظر میکنن و از حابیل قبول میشه و از قابیل نمیشه. اموز که در این قسمت یک حسادت و یک شیطان بر نفس قابیل غلبه حاصل میکنه و اولین قتل صورت میگیره. قصه ازی دراز است. قربانی دوم در زمان نوح علیه السلام. نوح علیه السلام وقتی کشتیش خداوند نجات میده از طوفان، در یک تعداد حیوانات قربانی میکنه، به نام خدا خاص، به نام خدا قربانی میکنه، شکر گذاری میکنه و در قسمت یعنی خون ریخته میشه به نام خدا که ما تسلیم هستیم، تسلیم رای توستیم. و قربانی سیام همی قربانی حضرت اسماعیل علیه السلام بود که خداوند امر کرد و دوباره ای را به جایش قدش یا گوسفند را زیر تیغ ابراهیم علیه السلام آورد و مقام تقویش از اردوشان امتحان کرد. و در زمان موسی علیه السلام هم به شکل قربانی بوده، در زمان عیسی علیه السلام هم حتی کسایی که عقیده به حساب رقمی که ما بایسه مسلمان عقیده داریم که حضرت عیسی علیه السلام چی رقم بشناسیم، اونا عقیده خود دارن و فکر میکنن، اونا تصور میکنن و اونا از کتابایی که خودشان نوشتن مختن که عیسی علیه السلام چی شد. ما علیه السلام میگیم، ما از احترام میگیم، عیسی از خاطر ما خود قربانی کرد، از خاطر گناه ما ایران قربانی یاد میکنن. ما باعث مسلمانایی را قبول نداریم. قرآن بر ما دیگر رقم حضرت عیسی علیه السلام و ای که چی رقم سود میکنه از اونجا به حساب. اینجا یک سوال بسیار خوب است از برادر ما انتظام، بسیار جالب سوال است اگر شما ذکر کردم. در جمرات که ما شما میگیم، در خود منای شریف در قسمت بنام جمرات میگن، در اینجا سه سمبول است. سمبول که ما میگم به شکل حال به شکل تعمیر چهار منزله جور کردن و در قسمتش اگر شما گوگل کنین میبینین جمرات ها. و در اینجا گردش کاسی است که کلگی سنگچل جمع میکنن، سنگچل های خرد خرد جمع میکنن از مزدلفه و او رو میبرن و به حساب سنت ابراهیمی رو به جای میکنن و اید منا قرار داره و شیطان در اونجا قرار که هست. ما گفتم شیطان وجود نداره، اما شیطان ظاهر شده در وقتی که حضرت اسماعیل و ابراهیم علیه السلام به طرف قربانگاه حرکت کردن. شیطان به شکلهای دیگه حاضر شده، شاید به شکل انسان و به هر شکلی که بوده طبعا ظاهر شده و وسوسه کرده، اما خودش ما مثل که در حالت فعلی شیطان هم نمیبینیم، در او صورت هم دیده نمیشه. صرف ما با پیروی از سنت ابراهیم علیه السلام شیطان و حسابی شیطان، شیطان نفس ما شماست، شیطانی که نفس ما رو اغوا میکنه. و دعای ما شما همونجا است وقتی که خلاص میشه جمرات دعا میکنیم که خداوند نفس ما رو، خداوند ما رو به حساب پاک بساز، از شر شیطان رانده شده ما رو در امان داشته باش. این در ذات خود همین مفهوم افاده میکنه که ما در حال حاضر در اونجا فقط یک سمبول است، یک آیکان است، اما شیطان دیده نمیشه. و طبعا خداوند کسایی که نرساندشان در این مقام برن، این تجربه را خودشان تجربه کنن و واقعا جالب است. پس شما تصور کنین که ابراهیم علیه السلام وقتی که برش اول اولاد نداره و بعد از او برش اولاد خداوند یک پسر میده و دعایش قبول میکنه و بعد از ازش میخواه که اولادت برو که مادرش در دشت خدا ایلاکو و این کار انجام میده و بعد از او دوباره وقتی که یاره رها میکنه. قصه بسیار جالبه، چای زمزم است. این راستی این داستان ابراهیم علیه السلام و داستان حج و داستان خانه کعبه از مقبولترین قسمت هایی است که اگر آدم میره تعقیب کنه بسیار جالب است و در این درسان یافته است که آدم بسیار میامازیزی. برصورت وقت زیاد نیست که آدم سر بسیار تفسیر کنه. و باز قسمت دوم وقتی که دوباره خداوند باز وظیفه میده ازت ابراهیم که پسر خدا قربانی کنه. یعنی شما تصور کنید باعث یک پدر، باعث یک مثلا مادر، باعث یک انسان که اولاد خدا قربانی کنید، خصوصا کسی که سالم است، خصوصا کسی که فکرش کار میکنه، یعنی جنون و دیوانگی و غیره حالات روانی دهش وجود نداره، چطور امکان داره؟ سری کساست که امروز یک مرچه را کشته نمیدانند، سری کساست که تا دیدن یک حیوان را تحمل کرده نمیدانند که خون شتو از بدن. این چطور امکان داره که آدم حاضر شود که اولاد خود. اما وقتی که خداوند امر کنه
این سمبول آزادگی است، سمبول است که واقعا اگر آدم در راه خدا سر تسلیم نهاد، خداوند آدم چی میکنه؟ آدم رفعت میده، رفعت میده، بلند میسازه، و نه تنها که امتحانش با حساب بر ما آسان میسازه و او را زبان زده عام و خاص میسازه. و حضرت ابراهیم علیه السلام امروز در تمام ادیان، تمام ادیانی که ادیان ابراهیمیک میگن، ابراهیم علیه السلام مقامش عمو ابراهیم است و در او قسمت هیچ کس شک نداره و این مقام خداوند برش نصیب کرده. و میرسیم ما به این قسمت و کسایی که آل فامیدیم که چرا ما گوسفند قربانی میکنیم، آیا فامیدیم که چرا این خون ریخته میشه، این فقط تقوای ما شما نشان میده، آیا دانستیم که این چیزا خرافات نیست؟ کسایی که به یقیده هستن کیوان بیچاره را شما چرا میکشین؟ قربانی خو این سوال هاییست که کسایی میکنن که مغرض هستن، کسایی هستن که معلومات کم دارن در این باره. یعنی آدم بسیاری کسا را همیشه قضاوت نکنه که آدم مطلب خراب داره. بسیاری کسا همین سوالشان سوال بسیار قلبی میباشد و من و تو کسایی که یک چهار کتاب خواندیم در بارش میفهمیم باید به بسیار حوصله جواب بدیم. و هیچ وقت به حساب کسی را این دین نیست که ما مردم چی کنیم که از این توهین کنیم، تحقیر کنیم. این دین نیست که ما به حساب ما باید خوبی های از این دین توسط اخلاق خود به مردم نشان بدیم و مردم پذیری را، هم نو پذیری را، برادر پذیری را و خواهرای خود احترام کردن را به مردم یاد بدیم. امروز این دینی را که به حساب بر ما شما به نمایش میگذارن، این دین نیست که دین اسلام بر ما شما را آورده. دین اسلام دین عدالت است، دین صلح آرامش است، دین است که مردم به محبت و مودت تشویق میکنه. این دین است، این دین است که خواهر جای خود احترامش داره، خانم جای خود داره، کلگی همگی. و این وقتی که ما ملت ابراهیم میگیم کلگی را در بر میگیره. امروز کدام ملت ما خطاب میکنیم که تمام خواهرها و تمام خانما و به حساب کل را در بندی خانه نگاه میکنیم و خود ما میگیم که ما بر ملت تصمیم میگیریم؟ این ملت ملت شده نمیتونه. اگر ملتی که به حساب دین کده عرف و عنانات و کلچر گت میکنه، دین درست نفهمیده. امروز ما کسایی که حق دارن، بعضی کسایی که در مورد به حساب مسائل وقتی که اسلام میایم رقم صحبت ها رو میکنن، چون این نمونه هایی را که امروز ما میبینیم، نمونه ایران رو میبینیم، نمونه حکومت فیلیک در افغانستان با حساب میال نظامی که قدرت به دست داره، که میبینن میگن اسلام مگه می رقم است؟ ما را از اسلام تیر. و این کار است که قصدن شده. امی افکار از این کسایی که در اینجا است، در پشت از این پرده ها، پرده های دیگه است، در پشت از این بازی های نیافته است که ها میخواین که نام اسلام عزیز و حساب چی کنن؟ بد بسازن. و یکی از اهداف کسایی است که اسلام و به حساب چرا میفهمن که اگر اسلام به صورت درست تطبیق شوه، در جهان فقر، بیچارگی، کشتار، بیعدالتی نمیمونه. امروز ما شما نمونه های زیر در تاریخ اسلام دیدیم، اما چیز امروز تمام بدبختی هایی که هست از خود ماست که برای خود ماست. امروز ما هر کسی که در افغانستان آمد، اگر به حساب بر ما امروز قدرت گرفت، او را به حساب به شکل گفتیم چرا این کار کرد، اگر قدرت داد گفتیم چرا بر ما داد. در سرش ما همو طفلای بانگیر واره هستیم که هیچ چیز ما را قناعت نمیده و خود ما همی بمون نبوغ و بمون شهور دمون درجه نرسیم که بر خود تصمیم بگیریم. و کسایی که قدرت داشتن، کسایی که این درایت داشتن، یا تجرید شدن، رانده شدن، یا شهید شدن، از بین رفتن و امروز به نام دین حکومت کردن. و این رقم دینه که مردم از مردم جدا کنه، این رقم دینه که به حساب کس را اجازه تحصیل و تعلیم نده. این دین نیست که من خودت قبول داریم. کس خوش میشه، خفه میشه. چیزی که از پیغمبر ما آموختیم، چیزی که از قرآن آموختیم، این رقم نیست. این درس جدید است. اگر شرایط ما ملامت میکنیم، شرایط تو راست، شرایط در حالت که هست، باید خانم‌ها داخل ازی باشه، خواهرای ما داخل سیستم باشه، صدای زیاد شنیده بشه. در جاهای چی میگن گوش و چشم بسته، مثل یک آلتی که هیچ کس صدا را ده، این آلتی که مطبوعات چیه، در کجا رسیده، میدیا در کجا رسیده. امروز یک ملت تصمیم بارش گرفته میشه در زیر یک سالون، در زیر یک سقف، اما ملت خبر نداره که چی در بارش گفته شد، چی در بارش تصمیم شد. مور
تایید زده میشه و کلگی میگن ما شما آزاد هستیم. این آزادی نیست، این شروع بردگی دیگه است، این شروع یوغ اسارت کشیدن دیگه است. ببخشید ما احساسات ما در این قسمت بالا رفت، برای که وقتی که اسلام آدم درک میکنه، وقتی که این قربانی ها را، وقتی که فداکاری ها را میبینه که اسلام عزیز بر ما شما تا اینجا میرسه، میبینیم که با چی گاه بازی های بر اسلام ما شما بازی میشه، با عقیده ما بازی میشه. و این مثال میتن، این برای کسایی که ذره ایمانشان سست است، کسایی که مطالعهشان کم است، یک دلیل میشه، یک دلیل میشه که بگن که اسلام خونی اسلام است. اگه اسلام هم است، از این خاطر ایواده که با اسلام تشویق شوند، داخل شوند، از اسلام دور میشن، که هم درست نیست. ما باید مطالعه کنیم اسلام، از اعمال دیگرا نبینیم، خود ما مطالعه کنیم. دیگه میرسیم، بازم صحبت سر عید است، سر عید قربان است. در عید قربان ما شما چی کارا را انجام بدیم؟ پس سال رسیدیم که سر قربانی صحبت کردیم، سر از اینکه جشن ابراهیمی را ما تجلیل میکنیم و چیزی که به ما ابراهیم علیه السلام آموختانده توسط مناسک خود و پیغمبر کرام، پیغمبر صلی الله علیه السلام بر ما آموختانده، این را تجلیل میکنیم. پس روز عید کدام روز است؟ که روز عرفه را ما شما روزه بگیریم. این گفتار پیغمبر صلی الله علیه السلام است که بر ما شما گفته، وقتی قوم یهود روزه میگرفتن و در او قسمت سوال کردن که ما یا کدام روزه روزه میگیریم، نا گفتن این روز است که ما از ظلم فرعون نجات پیدا کردیم، ما این روزه میگیریم. پیغمبر خدا صلی الله علیه السلام در اینجا میگه ما چون موسی علیه السلام به ما نزدیکتر است، ما این روزه میگیریم و نه تنها این روز روزه میگیریم، یک روز قبلشه و یک روز بعدش هم ما میتونیم روزه بگیریم. برای که این از خاطر گفته پیغمبر صلی الله علیه السلام که چون یهود هم در این روز روزه میگرفت، در این قسمت کدام اختلاط صورت نگیره و گفته بودن یک روز قبل یک روز بعدشه و ما به حضرت موسی نزدیکتر هستیم. و روز عرفه روزش به حساب بسیار ثواب داره. تو پیغمبر خدا صلی الله علیه السلام کس اگر روزی عرفه را به درستی بگیره و گناهایش بخشیده میشه. این در حقیقت مثل که حاجی ها در حج هستن، اگر دعای ما شما به اخلاص باشه و روزه ما به اخلاص باشه، مقام شما قدر بلند است. الله العالم خداوند بهتر میدانه، اما این چیزایی که پیغمبر صلی الله علیه السلام گفته. پس از این خاطر است که ما این روزه عید تجلیل میکنیم، همونطور که رمضان آمد بعد از روزه تجلیلش کردیم و خوراک و نوشاکه که سر ما و شما در روزای عادی حرام شده بود حلال شد، این رو تجلیل کردیم. و همچنان در این روز ما عید قربان سنت ابراهیمی را تجلیل میکنیم و به طرف غسل میریم صبح و لباس پاک و زیبای خود میپوشیم، بدن خود خوشبو میکنیم. این سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله، به طرف جایی که نماز عید خوانده میشه را سپار میشیم و این واجب ادا میکنیم. و بعد از عید طبعا در خود عید ما دوستا و برادرها و خوارای یکی دیگه خود به حساب اونجا ملاقات میکنیم و عید برشان مبارک میکنیم، قلبای خود پاک میکنیم و دوباره وقتی که بر میگردیم با بزرگای خود، اگر تا جایی که امکان نزدشان میریم، اگر تلفنی امکان داره تلفنی برشان ایده تبریکی میتیم، با خوردهای خود عیدی میتیم و در ضمن به طرف بعد ازی که غسل کردیم و طرف نماز عید روان شدیم، تسبیحات و اذکار ایده که کل ما شما میدانیم هیره با حساب تکرار کرده میریم. امروز در گوگل که برید تسبیحات عید قربان که نوشته کنین براتون میه، کلش الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد الحمدلله کثیر. یعنی تسبیحات مختلف است که میگن و امیر هم انشاءالله تعالی ما شما میرسیم به عید. پس برادر و خواهر عزیز، عید اتر یک فلسفه داره و این مقبولی های ده هید است و ما باید ایده دست کم نگیریم. بعضی کسا میگن خب اید رمضان خب ایده بود که ما روزه گرفته بودیم و به اید میمانده، اما اید قربان همونطور که آمد همونطور میره، اید نفهمیدیم که اید چی رقم بود. بله برادر و خواهر عزیز، از امو خاطر در اینجا یک چی را براتان میخوانم که بسیار مقبول در اینجا علامه اقبال یک شعر بسیار مقبول میگه. یه خاطره ابراهیم علیه السلام در اینجا در گوش عالم خطاب میکنه، میگه ای غنچه خوابیده چون نرگس نگران خیز، کاشانه ما رفت به تاراج غمان خیز، هی بنده خاکی تو زمانی تو زمینی،
ای بنده خاکی، تو زمانی، تو زمینی، صحبای یقین، صحبای یقین درکش و از دیر گمان خیز، صحبای یقین درکش و از دیر گمان خیز، از خواب گران خیز، از خواب گران خیز، از خواب گران خیز. این شعر علامه اقبال است، بسیار مقبول، میگه که باید از خواب گران من و تو بخیزیم، باید متوجه، باید منتظر نشینیم که کی با ما به حساب دین ما را بیایه بموزه. درست است که ما با علما ضرورت داریم که تاریکه های دین سوالای ما را جواب بده، کنا تخصص دارن، اما دریافت کردن مفاهیم دینی و امروز مطالعه و یعنی رفتن در پشت مطالعات دینی کار بس مشکل نیست و کل ما شما زمینه مساعد است. پس عید قربان ما که با دانش کم خود یکقدر گفتار دبانه عید قربان داشتم، شما تصور کنید که خودتان مطالعه کنین یا بزرگای دیگه که در این قسمت صحبت میکنن، روزها و هفته ها را خواد گرفتن، اما شما در بس عید قربان و فلسفه قربانی و این جشن ابراهیمی و این جشن توحید، این جشن تجلیل از نجات از بردگی و بندگی و حساب، این واقعا تمثیل بندگی خداوند است. و میرسیم به آخر برنامه. سوال دیگه که هست اینجا و یا مثال سوال بجای است، برادر ما انتظام فریجان انتظام، خدا شما رو خیر بده با ای که برنامه ها رو میشه تماشا میکنین. بله، عید قربان هم تو ماه قمری هم تو که ماه دیده میشه، ای ما چون در دهم عید می ای آسان تر است، برزی که عید رمضان در مو تاریخی که ماه دیده میشه در اون روز به حساب عید اعلان میکنن و ای هم که عید دیده میشه، ما دیده میشه بسیار به صورت خفیف دیده میشه که بسیار بعض وقتا بسیار مشکل است که دیده شد، او خواهد کمک جنجال برانگیز است. اما عید قربان وقت دیده بودن که المحتاب ذی الحجه دیده شده بوده، حال شما ماتاب دعواد دوام ذی الحجه اگه ببینین نزدیک به هلال است، نزدیک به چی است، به بدر است، یعنی تکمیل میشه 4 روز بعد از عید قربان باید تکمیل شود. پس بله، تمام جنتری قمری که ما شما میگیم ماهای قمری کلش از روی قمر یا ماهتاب دیده میشه و این خداوند در قرآن هم ذکر کرده که ما ماهتاب برای از اینکه شما حیام در او ازش فهم داشته باشین و علم داشته باشین، برای شما ماهتاب رام شما ساختیم، یعنی شما توسط ماهتاب میتونین که بفهمین که چی وقت ما. سبحان الله، این ساعت خداوندی است که همیشه بوده، آل بنده ساعت و دیجیتال و انالوگ جور کرده و این آفتاب و ماهتاب مدت هاست، قرن هاست، هزارها سال است، میلیون ها سال است که خدمت خدا به حساب انجام دادن و انجام میدن. پس به این نقطه میرسیم که بله، خود ای ایدام از روی مسائل محاسبات ماهتاب یا قمری تصویه میشه. تشکر از سوالتان بازم و شما را دیگه زیاد درد سر نمیتیم، خوشحال هستیم با در خدمتتان هستیم. اگر ماندگی های سفر در ما شما احساس کردین، یکان گفای ما گذاره پراغنده شد، مولا بلار در گردن سفر مندازیم. این سفر ما بسیار یک سفر خوش بود و روزای بعد انشالله خاطرات از این سفر هم رای شما شریک می سازیم. برزی که امروز موضوع عید بود، موضوع قربانی بود، خواستم نکات چند در خدمت شما عرض کنیم که حداقل اگه شب بعضی روشنی های داشتن داخته شده باشه و اگر می تانستیم دوباره ای را یعنی به خاطر بیاوریم، چون کل ما شما فراموش میکنیم بعضی چیزها را و از می خاطر ما شما که دیگه خود کار داریم، ضرورت داریم که یکی دیگه خود همیشه تکان بتیم، یکی دیگه خود به حساب مجده بتیم، یکی دیگه خود بگیم که از خواب برخیز، وقت عزیز که ما عبادت خداوند خود انجام بتیم و غیره و غیره. دیگه دمیجا میرسیم. امید جان تشکر از اینکه باز برنامه مرا بعد از یک مدت خودت لایف ساختی. خداوند در زمان خود داشته باشید و بیننده های نهایت عزیز گرامی، از توجهتان جهان سپاس. خود برای شما قلبا عید خوش خوش آرزو میکنم. خداوند طاعات و عباداتتان در این 10 روز اول ذی الحجه که روزای بسیار مهم است که در این عبادات ما شما را خداوند مقامش در قرآن ذکر میکنه، همین در شب در روز اول ذی الحجه و روز عرفات یا کلش مقام خدا داره، خداوند ما شما را کمک کنه در این شب و روز بتانیم زیادتر
اطاعت عبادت پروردگار خدا کنیم، کارهای نیک، اعمال نیک انجام بدیم و ایده ای در روز تمام اعمال ما شما به مراتب مقامش بالاست، قراره که در گفتار پیغمبر صلی الله علیه و سلم محسوس است و غیره و غیره. از این خاطر برای شما عید خوش آرزو میکنم. اگر در قلبتان نسبت به کسی کینه دارین، کینه ها را برش خداحافظی کنین. امی رقم که قربان میکنه حضرت ابراهیم علیه السلام تمام تعلقات دنیایی خود، ما و شما مشکلات دنیایی را امی وقتش است که برش خداحافظی کنیم. به نام عید، به بانه عید، اوید از دل خود، از قلب خود برانیم، با دوستای خود آشتی کنیم و طلب مغفرت کنیم از یکی دیگه، از خداوند و از یک طلب بخشش کنیم اگر کاری از ما سر زده. وای عید ما شما را مقبول می سازه. با خانمای خود، با شوهرای خود خوش باشیم، کم داریم زیاد داریم و یکی دیگه خود خوش بگذرانیم. در این شب روز با اطفال خود عیدی بدیم که فرقش رو ببینن، به عید بیگانه ها پناه نبرن و کریسمس سال نو و غیره چیزا توجهشان کمتر شد. بگم که ما باعث مسلمان از خود دو عید داریم و عیدهای ما شما بسیار برتر و زیباتر است. این روز زیبایی ها را برای فامیلای خود و بزرگای خود گردش جمع شویم، ریشت فیدای خود دستایشان را ببوسیم و برای زوا بگیم که ما زنده هستیم، ما بیرق شما را، ما چراغ شما را زندگی نگاه میکنیم، ما تسلیم هوا و هوس نمیشیم، این دنیای زرق و برق ما را فریب نمیده، ما با این دنیا زندگی میکنیم که دنیای دیگر حاصل کنیم. این درسای مقبول است که کل ما شما الحمدلله از این شب و روز میگیریم. اگر کم و کاسی در صحبتهای بود باز ما را عفو کنیم. بدون تیاری آمدم، چند صحبت که داشتم با شما در میان گذاشتم. خدا آن در زمان خود داشته باشد. عید شما را قبلا براتان تبریک میگم. خوش آرام باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.